کسی صدای من رو میشنوه. مرکز مرکز چمران، صدا ما میشنویم؟ مرکز چمران هستم. مرکز مرکز این چمرانه که صحبت میکنه، کسی صدای منو میشنوه؟ بزرگ می خواهم که به ما عرفان دهد.
داری چیکار میکنی معلوم است؟ مردنیه داره زجر میکشه. میخوام خلاصش کنم. اگه تو خلقش کردی، حق داری جونش هم بگیری. مگه تو خلقش کردی؟ دکتر گناه داره. خب نجاتش بده. کشتن کار ما نیست نادر جان. سلامش. قربان آب شرقته. ایشون دکتر چمرانن. از چریکای لبنان که با اسرائیل می‌جنگه. خوبان چریکه کت شلواری ندیده بودیم. سلام جناب سروان. خدا همه فهم دکتر چمرانی. سلام نزیر. سلام حاجی صاحب. هاو هاو اینه که اینه دنبال خود را انداختی. اینا ملائکه ناجدی داری. بسم الله. ملائکه؟ ملائکه به تو چی کار دارن؟ ابلیس. ای هاوار هی خجالت کش. اینا مهمانه. خجاله و کشه چرچی. آخه الان چه وقت مهمانی هن؟ جای من نیست. او کو تیر بیندازه. باید یاد بیار. بودم این. داره براشون واکن یوسف. زور زدیم این سرباز اسلام کهنه چریک محرومان لبنان افتخار ایران الهی که فاتح این بحران آقا مصطفی چمران خداییش ماچ کردن همچین آدمی توفیق نمیخواد شمدی نره چمران خدا آقا اخوا بخیر بیرس خوش اومد خوش اومدیم قربان ارتشی هستیم ارتشه بودم الان مأمور شدم سپاه پاور و سازمان آفرین متشکرم قربان تا سه روز پیش ما بالای همه کوها نیرو داشتیم و دفاع میکردیم ولی الان فقط دو جا نیرو داریم روبروی بیمارستان تپه پشت خانه پاسدار که اگه اینا سقوط کنه وقتش سرازیرشن تو شهر تا چند وقت میتونی دووم بیاری اونا از همه جا داره براشون نیرو میاد ساعت به ساعت بیشتر میشن ولی من به برکت بزرگترین ارتش خاورمیانه نیروهام یکی یکی دارن آب میشن خیلی دووم بیارم دو روز اجازه دارم یه سوال از سیمسار بپرسم بفرمایید
تنها اومدن فرمانده نیروی زمینی ارتش چه معنی داره؟ سوال خوبیه. بهش فکر کن. میخوام بدونم خاک پاوه جز منطقه نگهبانی ارتش هست یا نیست. من اینجا پادگان ندارم. پس به تعبیری نگهبانی هم ندارم. پس با این حساب تو سنندج، بانه، مهابات، سقز که پادگان داشتین الان افتاده دست همین مهاجما، تکلیف چیه؟ جوون، گفتنی زیاد دارم. ولی اجالتاً میبینی که من اومدم. خوش اومدید. خیلی صفا آوردین. ولی شما فقط یه هفتیر به کمرتونه. اسقر جان، من و تیمسار اومدیم برای ارزیابی اوضاع. کدوم ارزیابی؟ شما به ته دیگ رسیدین. همه چیز تموم شده سروران. خدا رو شکر که شما هنوز شوخ طبعیتون به جای خودش باقیه. شما هم اگه تو ماه رمضون سربازاتون بدون آب و غذا می‌جنگیدن همین حالو پیدا می‌کردین. مقصر منم آقا. وقتی آقایون هم قطار ما اخراج می‌کردن، باید فکر این روزم می‌کردن که ممکنه به کمکشون احتیاج داشته باشن. اون هم قطارها جنایت کردن. ابداً. تو قضاوت عجله کردن. انقلاب همینه. تاریخ بخونید ببینید روسا و فرانسویا چه کردن. خب اینم نتیجه‌اش. من بیگناه تا پای اعدام رفتم. اینایی که میبینید جای نیش پشه نیست تیمسار، جای اوتوی شکنجه‌گرای ساواکه. انقلاب اسمش روشه، یعنی زیر و رو شدن. این وسط اونایی رو اعدام کردن که روی مردم فرمان آتیش دادن. ارتش مارگزیده شده دکتر، دیگه حاضر نیست چوب خدمتشو بخوره. آهان، شما بفرمایید میترسید رژیم ساقط بشه، همین نامردا شما رو بکشن پای میز محاکمه. این حرف من نیست آقا. ولی شما اینا رو با مردم یکی کردین. ابداً. و علی قسم تا پای جان مدافع انقلابم. اجالتاً ارتش منم. سربازانی مثل من تو پادگان‌ها کم نیستن. فقط وقت و حوصله لازمه که ما هم دیگر رو پیدا کنیم. چقدر شبیه لبنان شده. یاد روزای سختی افتادم که تو محاصره بودیم و این صدا به گوشمون میرسید. قصه نباید خورد برادر. تا صدایی از اون از گلدسته ها بلنده، ناامیدی گناه کبیر است. من اویسم، اویس نادری. هر کی اینجاست خودش معرفی کنه. تو کی هستی؟ خاک با او سرت اویس. تو نشرا گرفتن بیارزا داره؟ داره توی؟ بله، خودمم. تو چرا گرفته دیخ بری؟ تیر خوردم. تام داغانه. کجا گرفتنه تو اویس؟ این صدا خیلی آشناست. آقا مدیرم اینجاست. سلام ای لطیفه. سلام. تو جوان زرنگی بودی؟ چرا اسیر شدی؟ رفتم سری به خانه خواهرم بزنم. شوهر نامردش اسیرم کرد. رفتی خانه یه پاسدار؟ اونم توی روزا؟ تو دیگه عجب خری هستی. خواستم به خواهرم بگم خانهش دیگر در امان نیست. رفقام که برسن اونجا خانه زندگیش به بعد میدن. رفقا چه خبر؟ ایتر تمام آقا لطیفه. از همه جا کمک آمده. حتی پشت قارستان پر آدمه. یکی دو روز بیشتر میمانشن نیستی. کی
کی اینجاست؟ یکی اینجا وایساده. آقای لطیفی، من چمرانم، نماینده دولت. اجازه بدین چشماتون رو باز کنم. من اگه بخوام با رؤساتون صحبت کنم، شما کمکم میکنید؟ مواظب باشین آقای مدیر، اینا دیگه دارن نفسهای آخرشان رو میکشن. حتم دارم شما شاگردای زیادی تربیت کردین و احتمالاً بعضیاشون توی این بلوا کشته شدن. نمیخواین بقیه رو نجات بدین؟ شما بهتره به فکر نجات خودتان باشین. میخوام اونا بدونن من برای مذاکره. چرا فکر میکنی من به مردمم خیانت میکنم؟ من از شما خواستم پیک سوال بشین. همین. منتظرتون میمونم. روزتون قبول باشه. بفرمایید. شرمنده. ما چند روز همین قلم قضا رو داریم. به به. عالیه. دست شما درد نکنه. میشه جان. نمک. بشکه. خبر خوش. میخوام خبر خوش بهت بدم. آقا اینا بچه های خودمون نیستن ها. همین نامردان که رو ماشونود دارن. بفرمایید. اصغر وسالی به درک واصل شد، فرمانده تن کشته شد. وسالی کشته شد. عوضی زیادی خوردی عوضی. خوابشو ببینین دستتون به اصغر قا برسه. پس بریم بیمارستان جنازش تحویل بگیرین. بستی هنوز چمران تو اتاقته؟ اینا همه جا آدم دارن. اصغر کجا رفته؟ چی شد؟ تاپ پاسور. بیسیم دارن باشون تماس بگیریم؟ بیسیم دارن ولی باتیش تموم شده. تماس خط. سلام. شما اینجا چیکار میکنید؟ اگه هم قطارای من میدونستن اینجا چه اتفاقی افتاده، محال بود کنار بشینم. وسالی کجاست؟ از حرف فکر کنم تو اتاق آخری باشه. ما وینی که سالمنه. خواهش می‌کنم.
قربانم. ای خسته. اسخر آقا. سلام. سلام. اینجا چی کار میکنین دکتر؟ به ما گفتن مجروح شدی. نگران نشدم. چیزی نیست، خوبم. مطمئن؟ آره خوبم. حالا که اومدیم بعد نیست به حرفای سیروان گوش بدین. با بچه ها رو تپه پاسدار بوده. سیروان برای آقای دکتر تعریف کن. قصه باش شما. برو خانم. به کارت برسی. غروبی فشار زیاد شد. گوله مثل واران میری. اینو جهان نمی. سه تا از رفیقم شهید شدن. کینی سیروان؟ جنازه‌شان همون جا مانده. کینی سیروان؟ عبدالرحمن رمضان مبین. عبدالرحمن سلیمی؟ آره. پس برای همین بیمارستان سنگربندی میکنیم؟ مجبورم. هر آن ممکنه بیان این سمت. از خرجم. بیمارستان که جای دفاع نیست. میدونم. ولی چارم چیه؟ باید از این بچه ها دفاع کنم یا نه دکتر؟ چقدر نیرو داریم؟ همینه که دیدین، زیر 20 نفر. زیر 20 نفر؟ بله قربان. به زخمی ها مسئله دادم. سلاح نیست بیمارستان نظامی بشه. آقا، اونا دارن سمت مردم شهر گوله میندازن. مردم مگر نظامی هن؟ سیروان، نیشنه، آرام بس، زخمی نیست. دروماچو هانا، دروماچو. بی تیم ساریا واچه سمت شما گوله میندازن یا نه؟ چوزانو، دی گوله بندازی، گوله میندازن. صحبت همینه که این خانم میگن. اگر از این بیمارستان حتی یه تیر شلیک بشه، به اونا بهانه خوبی دادیم برای حمله کردن. آها. خیلی خوب. حالا که حرف این خانم مهمه، خانم شما بفرمایید این تکلیف ما چیه؟ بذاریم اینجا بریم یا شهر زخمی شما دفاع کنیم؟ چه میدانم؟ من سیروان را میبرم خانه. خونه. ره، خانه. بیمارستان باید تخلیه بشه. چاره ای نیست. تخلیه بشه؟ کجا ببریم؟ ما چی ببریم؟ شما با نظرشون موافقین دکتر؟ مجروح ها اسیر بشن بهتره یا کشته بشن؟ کشته شن؟ منظورتون شهیده دیگه نه دکتر؟ اون مقام که دست خداست از خرجا به من و تو چه مربوط؟ ولی من زبون اینا رو بهتر از شما بلدم. فکر لحظه ای رو بکنی که از صد شما 20 نفر میگذرن. دعا کنین نگذرن چون بعدش نوبت شماست. پسر جان بدیست بدونی روزهای انقلاب تو شیراز زمانی که سربازان جلوی مردان بی‌دفاع صف کشته بودن تو اوج قدرت نذاشتم حتی یک گلوله شلیک بشه. اگه شلیک میکردین که الان باید اعدام میشدین. اون روز آینده انقلاب معلوم نبود. ممکن بود به خاطر این تمردم جونم از دست بدم. آقای دکتر شمران اگه دست من باشه طرفای خونی روی زخمی‌ها رو جمع می‌کنم میبرم روی پشت بم آویزون می‌کنم که اونا بدونن بیمارستان منطقه بی‌طرفیه. من یه پیشنهاد دارم. به خون شهدا من یه قدم از اینجا عقب نمی‌کشم. چند تا نیرو می‌خوایم تا برگردم به همون جایی که آقا سیروان بوده. ولی تا حالا تپه دستشان افتاده. یعنی تو مسیر بیمارستان هیچ جایی نیست بشه جلوشون وایستاد؟ نمیدونم والله. فقط یه پلی هست که شاید بشه یکم جلوشان بگیریم. خوبه. 5 تا نیروی داوطلب می‌خوایم. 5 تا داوطلب که بدونن عقب نشینی معنا نداره. سیروان گیرش هنه گیرش تو زخمی هنیا هنه تو بابنی پدری ما خیلی صبر ما کرد خواه این بچه را به ما بده خانه بیتون بمرو خانه کرو
تو وظیفه لنجم دن انها ای بلن که ظالمن میخوای که نرو منو؟ میخوای؟ آره دیگه برو لباسی جنانم پیجور کرن سیروان هنه اگر الان نلو عمر سرم پایینن بلیم دکتر این آقا با شما کار واجبی داره سلام آقای لطیفی سلام بالاخره یکیشون را راضی کردم با شما حرف بزنم خبر خیلی خوبیه خدا خیرت بده ببین آقا من آبرومک رو گذاشتم گرو آقای مدیر آبروشون اگر رو گذاشتن شاگرداش جونشونم اینا کجا میرن؟ جایی که مانع سقوط بیمارستان بشن مگر ای ورود به پاوا فقط همینن حالا شما بیمارستان نجات دادین ای مردم چش بلیم آقا بلیم خیلی دیرن قضیه چی آقای مدیر؟ اونجا خانه منه اون زن اونو که جلو بالکنه همسرمه خونت رو رفته؟ نه نگران همسرتی؟ نه پس چی؟ حتما به زنها گفتم اگه حمله شروع بشه تنها جایی که امن خانه منه که بهش حمله میشه بریم آقا دیرن وای از وقتی که سرازیر شهر بشه هزار قصد و نیت داره و از یکی نیت تاریخی از خورامی داره بعضی گرسنه هم فقط به فکر قارت هم بعضی هم انتقام شخصی داره بعضی هم مثل من با چه امیدی دل به این قیام هست راوستن بیستن حسنه قهرمان من لطیفیم هر کس که هی منو دکتر قرار دادم. های. چی دا تمام؟ خبرت نیا؟ ما قرار رو بور بکن. همو اتفاق کن تن بخن از زمین. نشتفتن چمران.
خیلی نامردی آقای مدیر. من از همون اولش به این بابا شک داشتم دکتر. آقایان شما که نیامدید بجنگید، این کارا به خاطر امنیتن. من سرتیپ فلاحی هستم، میخواستم این بار آخره که دارم میگم فکرم به خلا زمین. اگر نمیخواید مذاکره کنید، ما به حرفای آقای مدیر اطمینان میکنیم. اگه بلایی سرمون بیاد، هرچنگ اسخر نمیتونی در بری. او میدونه با هم اومدیم اینجا. وقت جواب دادن ندارم. متاسفم دکتر. یار با هر کس جمی خواهد جمی آوری، تکان خوردن سوراخ سوراخشان میکنی. خیلی دوست دارم افتخار نصیبی گروه ایمان بشه. وقت کمه، هم قسم افتانه بیره بود. و چیه که داخت کرده؟ خبری که شنیدم اسیرتان بوده. همه اینجا میمانن. فقط این با من میاد. چیه که؟ بیا! وظیفه من انجام دادم. قدم رنجه فرمودین. این لشکرکشی برای مردم شهره؟ نمیدانم، فقط خواهش میکنم توی مذاکرات به مردم بیپناه شهر فکر کنید، نه خواستای حکومتی مرکزی. خواهش میکنم. دنیا با این وسعتش خیلی کوچیکه. درست میبینم؟ شما دکتر عنایتی هستی؟ بله پیرمرد، تو الان داری با دکتر عنایتی حرف میزنی. مذاکره محرمانه است، اجازه ده ای تنیا بوین؟ بخشه ای دکتر عنایتی، من که قریبه نیم. سالن نیایش سازمان ملل نیویورک، چیزی یادتان مانده؟ بله، تحسن دانشجوها به خاطر سفر شاه. یک کتک مفصل از پلیس خوردی. آره، ولی به اندازه تو مشهور نشدم. شبکه های تلویزیونی تو رو بیشتر از من قهرمان کردن. پلیس میکشیدت، تو چسبیده بودی به زمین. اون موقع ها چپ بودی. هنوزم مارکسیستی؟ هنوزم اگر امیدی برای رهایی خلق باشه، بی چپ ها هستن که پرچم داره. تو چی؟ هنوزم سمجی و کل شق؟ نمیدونم، شاید. از حقت بود از اون شرکت تحقیقاتی اخراجت کنن. اسم چی بود؟ به لب. اگر اخراج نمی شدم که الان اینجا نبودم. اینجا هم اگر کل شقی کنی اخراج میشی.
اونجا من یه غریبه بودم دکتر، اما اینجا سرزمین منه. مگه غریبه بودی پچه را زن آمریکایی گرفتی؟ الان کجا؟ با خودت آوردیش ایران؟ پس حداقل یه درد مشترک داریم. منم با دو تا بچه مجبور شدم، تو بچه داری. ما برای مذاکره حتما داری. بله، یه دختر سه تا پسر. یه دختر سه تا پسر، هنوزم بهشون فکر میکنی؟ برای چیری که آزادی خواه وابستگی یعنی مرگ. خانواده وابستگی میاره، آدمو مجبور رو مذاکره میکنه. ته مذاکره هم که یعنی تسلیم. بله، اما مذاکره برای مردم، نه برای بحث‌های خصوصی و فلسفی. ولی برای من مهمه بدانم مردی که اونجا در تشکیلات ناسا میتونست برای خودش کسی باشه، شاید روزی جایزه نوبل میگرفت، الان اومده پاوه رو در روی ما ایستاده. چرا؟ من اومدم تا به خاطر این مردم با هم مذاکره کنیم. مردم؟ روزهای انقلاب کجا بودی؟ این بازجوییه. مگر ایران وطنت نبود؟ چرا دوشا دوش مردمت نبودی؟ جایی که من بودم دکتر، اهمیتش هیچ کمتر از ایران نبود. چه اهمیتی بیشتر از ایران؟ رهبر مقاومت لبنان رو سرهنگ قذافی دزدیده بود. من باید کنار یاراش میموندم. کدام رهبر؟ امام موسی صدر. اونم ایرانیه، اونم که ایران نبود. به نظر من درکش برات خیلی سخته. سخت نیست دکتر، تو برای استقلال شیعیان لبنان جنگیدی. اگر یه جو انصاف داشته باشی، به ما هم حق میدی که برای استقلال ملت کرد بجنگی. داری مغلطه میکنی دکتر. لبنان حکومت طائفه هاست، در حالی که ایران تا بوده ایران بوده. همه جور طائفه و قبیله در قلمروش با صلح زندگی کردن. گذشته را رها کن مصطفی، از حال حرف بزن. الان عمر این انقلاب عمر یک نوزاد 6 ماهه است. چه بهتر، چون تا بالغ نشده وقت داری. اما این سهمخواهی شما به قیمت پاره پاره شدن ایرانه. سالها با همین منطق سرکوبمان کرده. پاره پاره شدن وطن. کو وطن؟ کدام وطن؟ سهم نژاد من از این کشور فقط نگهبانی از مرزهاش بوده. این عدالته. ایرانی ترین نژاد ایران نژاد کرده. نه کرد از ایران جدا میشه، نه ایران از کرد. این جمله ها برای سخنرانی خیلی قشنگه، ولی دردی از ملت ما دوا نمیکنه مصطفی. این ملت که میگی از دولتش درخواست کمک کرده. این یه مشکل داخلیه، ربطی به غریبه نداره. برای مردم پاوه دولت غریبه نیست. پس چرا کمکشان نمی کنن؟ آمدن چمران و تیمسار فلاحی تشریفات جنگیه، نه کمک مردم پاوه. ما برای جنگ نیامدیم. چون قدرتشو نداری. اشتباه می کنی. قدرتش هست، انگیزه و میلش نیست. انگیزش نیست چون سربازانتون از ملت هند، نه از قدرت. در ثانی ما هنوز نمردیم که شما از تهران بیاید برای ما تعیین تکلیف کنی. عجزخانی بسه. بسیار خوب، من آماده ام تا درخواست های شما رو بشنوم. شنیدنی نیست. تنها کاری که از شما برمیاد اینه که پاسدارانتان جمع کنین از اینجا برین. پیشنهاد خوبی نیست، اما بهش فکر میکنیم. همین الان هم حرکت کنین دیره. چه تضمینی هست اگر ما بریم شما از حمله به شهر منصرف بشین؟ تضمین؟ یه نگاه به دور و برت بنداز مصطفی. محل مذاکره قبرستانه. این برات مفهومی داره؟ بله، شهادت همیشه برای من خیلی معنا و مفهوم داشته. برای تو چی؟ داره. مفهومش اینه که به همسنگر سابقه هم توصیه کنم تا هوا روشن نشده این شهر رو ترک کنید. یه تضمین عملی و جدی میخوام تا پاسدارا قانع بشن. کیش؟ و مات. این تنها تلگرافیه که میتونی به همه جا مخابره کنی. بوی اسرائیل به مشامم میاد. از گرسنگی مصطفی.
ادعا میکنم زنده به دستم بیفتی مصطفی. سوالهای بی جواب زیاد دارم. من و تو بهشت آمریکا را ول کردیم، آمدیم اینجا که چی؟ بچه هامان منتظر مونن. من که دلم خیلی هواشانه کرده. دوران تردید دیگه تموم شد دکتر. به نظر من این پرواز چند تا پیام داره. اول اینکه ارتش تردید رو کنار گذاشته و وارد میدون شده. دلگرمی میده فکر تسلیم شهر رو نکنه. سوم این که موازه مهاجما رو شناسایی میکنه، این یعنی پایان قائله. امکان نداره. با یه ارتش طرفیم. از کجا پشتیبانی میشن؟ این سقوط مردم رو ناامیدتر میکنه، تیم ساختمونا رو هم جدیدتر. یه کمک کنی مجروعه رو پیاده. دکتر چمران کجاست؟ واسه شو پیغام.
چی شده؟ بیمارستان هم از دست داد. یعنی سقوط کرد؟ آره. اصغر کجاست؟ جلو اونا وایسادن تا نریزن تو شهر. اصغر آقا پیغام داد که یه فکری با حال این مجروحا بکنید. همه‌شون سرازیر شدن دارن میان این سمتی. مجموعه را چیکار کنیم؟ نمیدونم. هرچی آقای چمران میگه. مجید، کیان، با من بیاید. بریم پای بی‌اس‌ام تیمسان. باید هلیکوپتر بخوایم. دیدین چه؟ F4 را زدن. هلیکوپتر لازمه. با این وضع بعید دکتر. التماسشون کنین تیمسار، بگین نیروهای مهاجمین دارن وارد شهر میشن، بگین این یعنی کشتار بزرگ، یعنی فاجعه. بهشون بگین هم هلیکوپتر لازمه هم نیروهای کمکی. شما اینجا چی کار میکنیم؟ بلند شین خانم، باید از اینجا بریم. سیروان هنوز نیامده. مگه شما اینجا باشین سیروان میاد. ببینی خانم، باید زودتر بریم، جونتون در خطره. و اینا چی میشه؟ نگرانشون نباشین. خانم،
خانم حالتون خوبه خانم؟ دکتر من دلم خوش شما خانه پاسدارانی اومدین اینجا؟ چی شد اسخر؟ برو بالا تعمیم بده برو اسخر پرسیدم چی شد؟ اونایی که تونستن رفتن اونایی که نتونستن جنازه شون هنوز اون بالاست دکتر اینا خیلی زیاده برید دکتر برید حالا داره دیر میشه شما بعد الان به فکر این بچه باشی نادر جان نیست راه برو راه برو زیر اون یار تکتیر انداز گذاشتم کسی این فرشته هاتون که میرسن تیم سر گوششتون کرد اگه الان حرکت کرده باشن تا یه رو نیم ساعت دیگه باید اینجا باشن شهبانی جان دیدیشون نباید بذاری اینجا رو دقیق بزنم چشم فقط بشم فشن برسانیم اینا کمه دکتر همونطور که فرمودین اینا رو به اساس شدت جراحت 4 قسمتشون کردیم. خدا خیرتون بده. خسته نباشین. ولی سختی کار وقتی که هلیکوپتر برسه. اون وقت معلوم نیست چند نفر نوبت رو رعایت کنن. چه آتیشی دارم براش میریزم بچه های اوانی روز اگه انگیزه پیدا کنن تماشایی میشن دکتر من میشناسمشون علی چقدر بالاست کبراست برای پوشش اومده دکتر فکر کنم نیروهای تازه نفس دارم میرسن شهبانی شروع کن
بچه ها، خوب زدین به هدف، آفرین. موشا برسه یک لحظه هم بیکار نمیشه. فعلا دو تا چیزی که اولویت داره. اول اینکه نظر این خط هوایی بسته بشه. دوم اینکه نیروهای تازه نفس. این بچه‌ها خستن. تنیا بزنی؟ چی؟ انصاف نیست آقای شمران. شما گروگان مایی. اگه شما بری این حکومت من فراموش میکنه. چی به شما گفته من میخوام شما را تنها بزنی؟ چطور من کنی که به من میزن؟ آقای شمران، افتخار من اینه که کنار شما مردم باشم. فردای قیامت خدا رو شاهد میگیرم مردم مظلوم خاور رو تنها نذاشتم. خدا آقا بگیر شما شما بفرم شما بگیر برای هر کی هرچی هستی باش، برای من فقط یواش یواش سروان سروان چی بیا؟ سروان گیرم چیش بیا؟ خانه بخور خانه بخور ما به نی چیش مستر چی میگی هانا؟ سیروان که عزیزکم هیچ نه هیچ نه
بشه. رأس بیمارستان قتل عام کردن. ویلی هم باز چی میخواد؟ ما وینی که تیکه تیکن چی به سرتونه؟ کمی خوردیم، اسیر شدیم. یکی رفیق ترامت فراری منداد. آقای چمران هلیکوپتر داره میاد. آقای سیروان مرد بزرگی، پرستار بزرگم میخواد. نه زهرکم، قربانم نگه. من پرستاری مکرم ایشالله و شما وی خاصم وی. میخوای بزنی برا کل کن اویس؟ اره یا من زنده منو یا اویس بسی شنده ای؟ هر دو اتانه زنده میخوام. انا رو به مردمی اصلاحش کشم. مگر فقط اویسم؟ الان اویس زندانه. خیال راحت با جایی وک سالم منو کوکه. Stop it!
سرم زنده بود، زخمی بود ولی زنده بود، غرق خون بود ولی حرف میزد، درد میکشید ولی میخندید. تو اون از من گرفتی، من را زنده میگذارم، من خونه پسرم نمیگذارم، من پسر بعد تو بخواهم دایه تو خواهد بیار دایه تو خواهد هوای من داشته باشید. بکشین کنار، از کنار ها بیای بکا بکا بزن اسلالی. چی اومدن اینجا؟ کی به شما گفته بیاین اینجا؟ اینجا واسه خود ما هم جا نیست. بلنشین بریم بیرون تا دیر نشده. پدر جان با شما، بلنشین بریم بیرون. اسخر جان راحتشون بذار. این عزیزا رو من آوردم اینجا. چرا اینجا دکتر؟ از کجا؟ جایی مونده ببریمشون؟ ما خودمون برگشتیم اینجا یه نفس تازه کنیم بریم. بریم کجا بریم؟ معلومه تو کوچه ها اونجا بجنگیم. اونجا واسه ما امن‌تره. نیست. هیچ جا به غیر از اینجا هم نیست. هر جا باشیم زن بچه نباید باشه.
اینا دست با گیرن. بفرمایین. در رو ببن. برگردین تو خانم. بیرون دیگه جای هم نیست. مسئول حفظ جون شما ماییم. برگردین لطفاً. اسخر جان، مسئولیت حفظ جون این عزیزان با ماست. همه اینجا میمونن. پس ما چی دکتر؟ کی به فکر ماست؟ اگه قرار دولت به حرفای نمایندش که شما باشی گوش نده، پس ما کاسه داختر از آش شدیم چرا؟ این جنگ دعوای محلیه. ما بی خود خودمون انداختیم وسطش. اسخر آقا بهتر نیست برگردیم شهرامون؟ یا خواه، چی میشنوه؟ یه براکم بگو خسته شدم، ترسیدم، نمیتنم. کجا این دعوای محلیه؟ محلی نیست؟ پکو کمک. یعنی این کشور 30 میلیونی همین 14 سرباز نفس بریدن رو داره؟ گناه همه چیه؟ ما هم مثل شما از این انقلاب دفاع کردیم. این هم از ما که ما رو اینجا تنیا بذارین؟ آقا انصاف هم خوب چیزیه. ما این همه شهید و لتوپار دادیم. بستتون نیست؟ والله نامردیه ما رو اینجا تنیا بذارید. مگر بیمارستان رو ندیدید؟ اونا رحم ندارن. خب کی گفت اینجا بمانینا؟ شما بخشین بیاین مهمان ما. ما چه جوری زندگی ما نوال کنیم بیایم همراه شما؟ تا زهر زندگی زن و بچه من اینجا چی میشه؟ تازه میشین مثل ما؟ مگه ما ول نکردیم اومدیم اینجا؟ بخیار فتح، بمیریم بهتره تمنت این هره بکشیم. پاش از اول نمیامدین تمنت این چند روزم گردن من نباشه. و یه چیز هم بده کن؟ بلش کن. ای بابا دیگه، بسته تمومه. ما حرفامونه زدیم. حالا میمونه از قراغا چه تصمیمی بگیریم. اخوایا هد واحد قسم، اگر کسی بخواد از این در خارج بشه سوراخ سوراخش میکنم. گوش کنی؟ گوش کنین، صدای اذان رو هیچ کدوم نشنیدیم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر. خبرم چی سنجه نمیمه؟ بیا گه چی مزنی چی جنگ کن؟ جنگو چی چی؟ تا حالا تیر انداختی؟ بله. بگیرش. شما چی بلدی؟ از این خانم یاد بگیر. بیا بابا اینو بگیر. برو اونجا بیشن. اینم آن تو امیکه؟ امیکه. با فشنگش؟ فشنگش اینجاست بیا بدارم. فشنگ امیکو بده به این. دو تا نارنجک هم بده بهش. یا بابا اینا رو بس تو لباسه. دو تا نارنجک بده. مجید اینا رو بس کن به کمر بند. بله. تو پیچی به ما تو فنگ میدی. برای دفاع کردن. اینا دفاع کنیم. چه ما چه کاری؟ اینا برای وقتی که عروس جنازه ما رد شدن. بعدش نوبت شماست که دفاع کنید.
من دوست ندارم جان کسی را بگیرم. یادتون نره ننگ بر جنازه پاسداری که تو خشاب اسلحه‌اش فشنگ مونده باشه. بری سر پستتون. لاستیک سوخته این همه گوله نمیخواد که. مگه رو زاغ مهمات نشستین اینجوری گوله هرو میکنین؟ چطوره؟ تو که دیدی من هم بارو خالی کردم. اینجوری که شما هول کردین این نامردا برسن باید با چوب و چماق باشون بجنگیم. عزیزان من میدونم که همه تون خسته این، ولی به یاری خدا باید تا روشنایی صبح دووم میاریم. خواهش میکنم تا هدف و تشخیص ندادین دست به ماشه نبریم. اونایی که شنیدن بلند بگن الله اکبر. الله اکبر. نشنیدم. الله اکبر. نشنیدم. الله اکبر. الله اکبر. دیدین؟ دارن کور میزنن. حالا تو سنگرتون آروم بگیرین تا صبح خیلی کار داریم. کمکم کنین. به درد من برسیم. خانوم برگرد تو زیر زمین بذار ما کارمونو. تا خونی ریخته نشده کمکم کنیم. خانوم برگرد تو زیر زمین اجازه بده ما کارمونو بکنیم. دارن ندیده غم میگیرن. آقایی چه انتقام چیه میگیرن؟ اسخر جان تو بمون پیش بچه هات من میرم. من برسیم زود آمده ای هنوز کارم با اینا تمام نشد. حاکم جلو نه آقای دکتر. اینا زخمیانه گله خوردن. گیرش حالا هیچ نه هیچ نه هیچ نیم. سیروان اردینی شیگه ها؟ خلاص خوبه؟ من خوبه. چه تو من هنه؟ هنه بیم رو راحت بده. خجالت داره والله خجالت میکشم. ناسلامتی ما مسلمانیم. آخه اینا زندانی ما اسیرن. به جای اینکه کمک بکنین هی مشکل میسازین. یک بار برای همیشه بهتون میگم احدی حق تعرض به این زندانی ها رو نداره. آخر جا قهدی اینا را آوردین گذاشتین جلو چشم ما. اینا قبل از اینکه شما بیان اینجا بودن مادر جان. حقشانه اگر آواز نمیخواندن کسی باهاشان کاری نداشت. اینا جوانن شما چرا نمیفهمی؟ پیر جوون نداره مادر من. اینا همونایین که کامیون من بدبختو به آتیش کشیدن و نوه تو رو به تیر بستن. اینا رو دم در آویزان کنین تا بره رفقاشان بشن دست عبرت. ساکت. اینا باید محاکمه بشن. دادگاه تشخیص میده باهاشون چیکار کنه. دادگاه؟ شما هنوز خوابین. این ما اینکه شما رو میگین دست دادگاه خارین و بایی فقط تا چند ساعتی که جامن با هم عوض میشه ما رو محاکمه میکنی؟ بد وقتا رفیقم رسیدم پشت در عوض اینکه بابا مهربان باشین داری از انتخاب حرف میزن ظلمه. دکتر شما برو رسو بچا اینجا تموم. بیاییم بالا برادر جان. بیاییم بالا. شرمنده که باید با این حالتون کشی کم بدیم. بشینین اینجا اینو میگیرین دستتون
هر کس از اینها پاس به زندانی ها تعرض کنه شما حق تیر دارید. مفهوم شد؟ خیال تخت. توجه ای کمارزان قهرمان، پیروزی در یک قدمی ماست. اکنون به دیوار قلعه مزدوران رسیدی، ولی اراده ملتی کرد تصمیم به خونریزی ندارد. به چمران نماینده اعزامی دولت و اسکر وساری فرمانده مزدوران اعلام می کنیم شکست شما قطعیست و سپر بلا کردن زنان و کودکان بیدفاع کرد یک عمل بی شرمانه بوده و هیچ سودی به حالتن ندارد. اگر چمران مدعی مذاکره و نجات بی گناهان است، در این لحظه تصمیم تاریخی گرفته و خود را تسلیم کنند. و در صورت مقاومت، اگر ساکنان فریب خورده قلعه آنها را دستگیر و تحویل ما دهند، بخشوده شده و فقط از این سرزمین اخراج خواهند شد. از همکنون 30 دقیقه فرصت تصمیم گیری داریم. زنده باد کردستان متحد آزاد. خب آقایون لطف کردن نیم ساعت همون دادن، چیکار کنیم دکتر؟ خب فکر کنیم اسخر جان. که تسلیم بشیم یا نشیم؟ کاش که میشد، اما رو حرفاشو نمیشه حساب کرد. دکتر یه چیزی تایی دلم مونده باید بگم. میشه بگو اسخر جان. از وقتی رسیدین شما رو بیشتر چمران بازرگان دیدم تا چمران خمینی. خمینی هم سرباز خداست اسخر جان، اما جنگیدن همیشه آخرین راهه. پس لابد من یه چیزی بشم. دکتر من نمیفهممت. نمیفهمم. میدونم شجاعی، عاقلی، بزرگی، ولی من نمیفهممت. کاش نمیومدیم تو این بنبست، کاش بین مردم بودیم، کاش تو کوچه پس کوچه ها میجنگیدیم، کاش شهید میشدیم تا مردم شاهد باشن سرباز خمینی مرد شهادت نه تسلیم. خوش به حال خمینی که سربازایی مثل تو داره. ولی اسخر جان اگر تو کوچه می جنگیدیم بهشون بهونه می دادیم تا مردم رو قتل عام کنن. من کاری به بقیه ندارم، ولی دستمال سرخ ها یادشونه. یه هفته پیش یه ستون 60 نفری دستمال سرخ اومد تو این شهر. یادتونه مردم چجوری اومدن پیشواز؟ الان چند نفرشون مونده؟ باز یادتون به زمین پارچه سرخی که دور گردنمونه معنیش چیه؟ دستمال سرخا. ما به خون شهدا هم قسم شدیم که راهشون رو میریم. پس چرا ساکتین؟ الان وقتشه جواب اونایی رو که ذلت ما رو میخوان ببینن بدیم. اینه جواب دستمال سرخا. فقط 25 دقیقه. فقط 25 دقیقه. آقای چمران، عیسی که ضرب العجل دادن خب کاری بکنی. مگر نشنیدین جواب دستمال سرخه؟ مهلت به مهلت نکنه عقلتونو بدین دست این جوونا. حالا که مهلت دادن برین و باشون صحبت کنین.
بهشان بگید که زن و بچه بی پناه اینجاست. راست میگه، بچه ها تجنن آوینینه، فکری بکنین. آقای جمران میشه با من بیاین؟ تو خواه فقط نه نگین. یه دقیقه حوصله کنی، خدمت میگم. چقدر درست حالا نزم کنی این مردم تجنه، اینم راه آب، با یکم زحمت میتونیم به آب برسیم. اینجا را از کجا میشناختی؟ من یه وقت اینجا کارگری کردم، خودم میتونم برم آب بیارم، ولی خوف دارم از خودش. اگه ای آقا با من بیاد قوت قلبم میشه. یادت هم رفت میریم آب بیاریم؟ این راه کجا میره؟ آقا خطرناکن، اپاله پمپ بنزین در میاد، نامرده همه اونجا، ولی این یه راه نزدیکتر میریم، یه آشنایی میشناسم خواه کنه او داشته باشم. آقا شمران کجا رفتی؟ موتان شاهدن که مهلتی تسلیمم ده، اتر مهلت تمامه. دانستم این قلعه سوراخ هم داره. تو را دست کم گرفته بودم، ولی بعیده که از پشت بزنی. چرا؟ مگه تو رسم جوان مردی رو به جا آوردی؟ بله، من 30 دقیقه به شما فرصت دادم که تسلیم بشی. ما باید بکشیم عقب، پمپ بنزین جای خوبی نیست. من اگر کشته شوم به دست دشمن مردم، ولی تو چی؟ منم سهمی دارم که به وقتش رسیم. حتی اگر این سهم ما
گله رفیقات باشه، حتی اگه جفای دوست باشه. تک عرف ارتجی اکن آمدن شروع کن. یک لحظه سر کن، ایره خطرناکه، برون دعا. شما بفرمایی دکتر، شروع کنن؟ تو همان لحظه اول میتانستی مرا با تیر بزنی و فرار کنی، ولی نزدی، حتما حرفی داری. توقع داری چی میگم؟ شروع کن به ناوی خلقی قارمان، شروع کن. خب دکتر، من شروع کردم، حالا نوبت توه، بزن خلاصم کن. چه فرقی میکنه که من شاهد این سقوط باشم یا تو؟ مصطفی، من دو راه بیشتر نمیشناسم، یا جنگ یا مذاکره. خلاص. هیچ برادر من نیستون تو زن و بچه و مجروح و حتی رفقای اسیرتون گرفتارن؟ ای دیگه بدشانسی اوناس اسیر کسایی شدن که تسلیم شدن بلد نیستن. اینها یک پیشنهاد دارن، تو زندانی های ما رو آزاد کن، منم زن و بچه ها و زخمی ها رو تحت الحفظ تحویل میگیرم. تحت الحفظ؟ فقط در عرض چند ساعت حمله به یه بیمارستان پر از مجروح و هلیکوپتر امداد؟ چه جوری باورت کنم دکتر؟ چه باور کنی چه نکنی، فرمان این قطار دیگه دست هیچ کس نیست. به جان گلارم قسم، دخترم را میگم، یادته؟ تو میشناسیش، دیدیش، بغلش کردی. مصطفی، تو رفیقام آزاد کن، منم قول میدم نزارم یک تار مو از سر زن و بچه ها و مجروح ها کم بشه. گیان من به لب من رسید. کجا رفتی دکتر؟ آقا نجیب، شما همینجا بمون، مواظب این نرچه باش. چشم. اسیرتون میکردن تکلیف من چی بود؟ مگه از همینجام نمیشه دید؟ آره دارن مثل مور و ملخ زیاد میشن. خب بشن، ما هم خدایی داریم. حالا که سفره شهادت پهنه باکی نیست، بذار از زمین و آسمون بجوشن. فقط خدا کنه وقتی میرسن بالا سرمون هممون کنار هم باشیم.
روی عکسش قشنگ‌تره. رسیدم دکتر. حیاتو خلوت کنید. رسیدم خونه های روبرو. جنگلی هم فرق کردن سردبه. حواستون رو جمع کنید. نکنه زیر زمین دو رفته باشی دکتر. آقا کجایی؟ بیا ببینید چه بساتی برامون درست کردن. میدن فراریشان. خدایا ما را توی این امتحان شرمنده نکن. عزیزان، من توی این دو روز تمام تلاشمو کردم تا صدای این تفنگا قطع شن، اما نشد. حالا دیگه رسیدم پشت دیوارای این خونه. حقیقت اینه که اینجا هم دیگه امن نیست، ولی یه راه فرار توی سردابه هست. من خودم امتحانش کردم. یکم سخته اما عملیه. فقط از اینجا که میرین مبادا به سمت خیابون برین، پناه ببرین به خونه های مردم. حشمت را با من میگرد. برادراتون جلوشو میستن تا شما فرصت فرار داشته باشین. خدا کنه انقدر شرف داشته باشین که مردم رو لو ندین. این آخرین پیام ما به مرکز شیناس. مرکزی ها، ما به خواسته شما شهرمون رو بل کردیم و اومدیم اینجا، ولی شما ما رو تنها گذاشتید. من سیدم، جدم فاطمه است. به همون فاطمه قسم، جواب این خونه رو خودتون باید بدید. زوکرم
بوره 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 رحمه من تنه کرم دیگه نمیشه فیرون بچه ها بیرون هم دکتر باید همینجا موزه بگیری پس قراغا چی میشه؟ اونا کار خودشونو خوب بلدن نارنجک چرا اینجا این؟ مگه نگفتم آزد نیم کسی که باید فرار کنه شما اید نه ما پس چرا اینجا معطلی؟ پشت بار پیشواز رفیقات تو حیات منتظرتن لازم نکرده من بگی چیکار کنم چیکار نکنم خودم تشخیص میدم کجا باشم تو ترسیدی قهرمان برای همین چسبیدی به زمین اویس گوش گیره اویس اذیتم من کرد آقاچم آقاچم سرده اولو رفته بابا شدیم الان میریزنیم تو بریم برین تو سردابه همه برین تو سردابه اونجا هم تره علی رضا مجید بیا کسی هاش آروم باقی کنیم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله الرحمن الرحیم بسم الله مالک یوم الدین الحمد لله اياک نعبد و اياک نستعین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین
بسم الله الرحمن الرحیم. لعنت بر شیطون، تلست، میخوان گولمون بزنن. چرا باید گولمون بزنن؟ ما که کلی از بچه ها رو شهید کردن. ولی این صدای بچه های ماست. شما هم این صدا ها رو میشنفین؟ کلکه، حقه است. پس چرا الله اکبر میگن؟ میخوان ما رو بکشن بیرون. اسخر آقا دکتر کجاست؟ من اینجا هم اسخر جان. رفتن دکتر؟ رفتن؟ فرار کردن. چرا؟ چون خمینی از ساشو بلند کرده. بر رادیو ضبطش کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. از اطراف ایران گروه های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کردند که من دستور بدهم به سوی پاوه رفته و قائله را ختم کنند. من از آنان تشکر می کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می کنم اگر با توپ ها و تانک ها و قوای مجهز تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول می دانم. من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور می دهم که فوراً با تجهیز کامل عازم منطقه شوند و به تمام پادگان های ارتش و ژاندارمری دستور می دهم که بی انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکت کنند و به دولت دستور می دهم وسایل حرکت پاسداران را فوراً فراهم کند. تا دستور ثانوی من مسئول این کشتار وحشیانه را قوای انتظامی می دانم و در صورتی که تخلف از این دستور نمایند با آنان عمل انقلابی می کنم. مکرر از منطقه اطلاع می دهند که دولت و ارتش کاری انجام ندادند. من اگر تا 24 ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد سران ارتش و ژاندارمری را مسئول می دانم. و سلام روح الله الموسوی الخمینی، 24 شهر رمضان 99، 27 مرداد 58.
چند تا از بچه ها بمونن، بقیه با من میریم سراغ مهمونای تازه نفس. میشم بچه ها رو بنداز. موبی تو با من بیا. نیما جان بجو می وقت نداری. مجی جمع شو تا بیفته. تو بمون. زود برمیگردم. واسه بمون. بچه‌ها عجله کن. حامیس. میریم سمت میدون. علی بریم.